کاخی که به علت آسیب دیدن از جنگ ها و کار گرفته شدن همچون پایگاه نظامی از کاخ شاهی و اقامتگاه ملکه به نماد جنگ مبدل شده بود. اما 3 سال پیش 286.3 میلیون افغانی هزینه شد تا این نماد جنگ بازسازی شود. هرچند این قصر در زمان شاه زمان درانی پسر تیمورشاه درانی اعمار شده بود، اما بعدا امان الله خانی را بازسازی کرد و همراه همسرش اینجا به سر می بردند. کاخ ملکه یا تاج بیگ با منظره وسیع از کابل بر تپه در جنوب غرب این شهر در عقبه کاخ دارالامان ساخته شده است. مهندس کاخ میگوید که کار بازسازی این کاخ تکمیل است و باید رنگ‌آمیزی شود و برای آن چراغ نصب شود. بیش از 2 قرن این تعمیر اعمار شده. از نگاه انجینیری یعنی افغانستان 2 قرن پیش به این اندازه پیشرفت کرده بوده و پیشرفت داشته. این کاخ 67 اتاق دارد که در 3 طبقه اعمار شدند. کار بازسازی نیز بر بنیاد سندها و بازمانده های این کاخ صورت می گیرد تا ارزش تاریخی آن نگه داشته شود. این قصر مکان بسیار خوبی برای یک برنامه فرهنگی میتونه باشه، یک میمانخانه ملی ما میتونه باشه. کاخ ملکه یا کاخ تاج بیگ را شاه زمان ساخته بود و بار نخست شاه امان الله بازسازی کرد و اکنون اشرف غنی رئیس جمهور کنونی برای 2مین بار آن را بازسازی میکند. قصر یک بار در وقت که حفیظ الله امین اینجا کشته شد تا حد تخریب شد توسط روسا، بعد از اون همین طور ماند و در بمرور زمان بعد از سقوط حکومت کمونیستی و سقوط نظام دکتر نجیب الله به حیث آخرین زمامدار حکومت کمونیستی، این محل جنگ های داخلی بین تنظیم های جهادی شد. کاخ ملکه با گستره 2500 متر مربع و محوطه آن 70 جریب زمین است که قرار است سرسبز ساخته شود.